سلام رفقا، حالتون چطوره؟ فرکانس هستم و خوش اومدید به بازی شبیه ساز ساخت پی سی. تو این بازی میتونید پی سی خفن و رویایی خودتون رو بسازید و من اومدم اینجا که پی سی خودم رو بسازم. این پی سی که دارم نه، بلکه یه پی سی خریدم یکی دو روز پیش و تا تقریبا 10 روز دیگه دستم میرسه. قراره ببینم توی این بازی کیسمو درست کنم و ببینم اولا کیسم چه شکلیه و ببینم این بازی چقدر بروزه و چه قطعاتی رو داره چه قطعاتی رو نداره. مطمئنم خیلی بهمون خوش میگذره، مخصوصا به کسایی که مکانیک و این چیزا دوست داشته باشید. و البته فکر کنم بعد اینکه کیسو میشه بسازیم میتونیم کیسو تستم بکنیم ببینیم که چقدر قدرت داره. بزن بریم سراغ خرید قطعات کامپیوتر. از اینجا باید بخریم. اولین چیزی که باید بخریم یه قاب کیسه. من قاب کیسی که میخرم برند لیان لی یکی از اینا هست که ببینم اگه مدلی که من خریدمو داره بخریم، اگر نه یه چیزی که اندازه اون باشه که بقیه قطعات بهش بخوره. اوکی، اولیشو پیدا کردم. نمیدونم این همونه یا نه. ایوو آر جی بی بلکه، نمیدونم این همونه یا نه، ولی بزن بریم. این قاب کیس خفن، اینو میذاریم اینجا. خیلی قاب کیس خوشگل و کوچولو، بغلش هم کلا شیشه است، یعنی دیگه اصلا میشه صفا همه چی توش ببینی. بزن بریم سقفش رو باز کنیم. اینو برداریم، بعد اینو باز کنیم. دلیل اینکه این مراحل باز کردن کیس رو میدونم اینه که بازی توتوریال داره و هر کیسی یه جوری باز میشه. اوکی، این از قاب کیس. بریم قطعاتی که این بغل من لیست کردم نوشتم و یکی یکی سرچ کنیم بخریم. سی پی یومو سرچ کردم نداره. کورای 7 12700 که اینجا نداره. من 12 میزنم نشون نمیده. 11 آخرین مدلش میشه 11700 کی یا KF. من این فرق این دوتا رو نمیدونم که کدومش قوی تر و بهتره. مشخصاتی که نوشته یکیه، ولی ما KF شو بگیریم فکر کنم بهتر باشه. شایدم نه، شایدم آخریه بهتره. خریدم الان. اول از همه بذار مادربورد رو بگیرم. کف کیس میخوایم بخوابونیم. مادربورد رو بگیرم ببینیم چی میشه. TUF Z690. این چقدر مادربورداش قدیمیه. این مال دو سال پیشه فکر کنم قطعاتش. من هر کدوم نبود آخرین مدلش رو میگیرم. مادربوردی که همین الان دارم Z270، ولی اینی که اینجا هست Z370. اینو میگیریم که از بقیه بهتره. همه اینا رو باز کنیم. اینستال. من میتونم از اینجا بخرم. ایول، درست شد. آها همینه، اینو خریدم. این لیست چیزامو اینجا نشون میده، پس نیازی نیست برم تو شاپ. از همینجا میذارم برای خرید قطعه، بازش میکنم و میذارمش اینجا. اینا پیچای جای مادربورد. اینم از مادربورد خفنه، تاف X299. اوه، این i7 ها به مادربورد من نمیخوره. برای اینکه سیستمم شبیه تر باشه به اون چیزی که میخوام بخرم، نگاه بکنیم ببینیم این چه مادربوردی میخوره. LGA1200، سوکت LGA1200 میخوره. بزن بریم. من تو این مادربوردهایی که به اون CPUی که خریدم میخوره نگاه میکنم، یه عالم گزینه هست، ولی میترسم باز گرافیک و رم و اینایی که گرفتم نخوره بهش. تا جایی که من میدونم کارت گرافیک به مادربورد به سوکتاش مربوط نمیشه. کارت گرافیک با CPU فرق میکنه، هر چیزی میاد روش احتمالاً. این مدل مادربورد رو میگیرم، MSI Z590. از همه سرعت رمی که میخوره بیشتره. رم قوی تری هم اگه بخوام روش بندازم میخوره بهش. رم هم نگاه کردم توی این قطعاتش نبود. فکر کنم مادربوردی که گرفتم میخوره به این. بستن پیچاش دلم میخواست سریعتر باشه. حالا وقت چیه؟ وقت اینستال سی پی یو مورد نظره. ای والله همینو میخواستیم. این i7 بهش میخوره. اینو باز میکنیم، اینو میذاریم اینجا. بوم، $1000 قیمت این. 29 میلیون تومن. روی سی پی یوش یک خمیر باید بزنیم. آها ایول، خمیر رو گذاشتم. حالا درش رو فکر کنم باید باید ببندیم. همون موقع هم میشد ببندیم فکر کنم. حالا بریم یه کولر بخریم، سی پی یو کولینگ. فنی که من گرفتم مشکیه و سفن هم هست و این به نظرم از همهشون فیت تره. اینم از این. بوم جون، اونجا خوشگله. اوکی، پیچاش رو ببندیم. خب حالا بریم سراغ کارت گرافیک. گرافیک کارت من تو اینا نیست، ولی 12 گیگ 3060. اگه بتونم مشابهش رو پیدا کنم میذارم.
3070 3080 2080. بذار ببینم 3060. آه 3060 داریم. این 12 گیگ 3060 AMP بر من سفنه. آها همین، این مال منه. این 3060 TI مال من 3060 معمولیه، TI نیست. این یکی هم MSI TI، جفتشون هم TIه، ولی چون این یکی اینم 8 گیگه، من این یکی رو میندازم که 12 گیگه، به TIش کار نداریم. مطمئنم این از کارت گرافیک من خفن تره، این یکی TIه، ولی من اینو میگیرم. آقا این اصلا من دوست ندارم، این زوتک، همون تیایه رو میگیریم که 8 گیگه، اشکالی هم نداره. آها اول میریم تو میگم بابا بی خیال، اول میریم تو ریموف اینو وا کنیم جاشو. بوم، این گرافیک خیلی اول من خوشگلته، من ظاهر اینو خیلی بیشتر دوست دارم. اوکی بعد از گرافیک چی داریم؟ بعد از گرافیک رم، اینستال مموری. توی رما هم رمی که نزدیک به رم من باشه نداره، یه دونه داره. چقدر خوشگله این رمه رو ببین، طلایی جی اسکیل ترایدنت، خیلی نازه. این اون چیزی که من میخوام بذارم این مشکی است. این شیلنگ این عوضی، وای من اینو باید باز کنم. رما رو نمیتونم بذارم به خاطر اینکه فن سی پیو جلوشه. بزن بریم. این یه دونه، اینم یه دونه دیگه میمونه SSD و اینا استوریج. یه SSD 1 ترابایت. SSD کجاش میاد؟ اینجا؟ آها اینجا میاد. یه دونه پیچ داره. ایول زیر کارت گرافیک چجوری اینو گذاشتی؟ من این فن CPUمو نباید باز میکردم. بعد از SSD چی داریم؟ پاور. پاور چیزی که زندش میکنه، پاور. اینم کولر مستر 850 ولت گلد ورژن 2 که احتمالاً توش از طلا استفاده کردن، بر همون اسمش گلده. نمیدونم، شایدم فقط فامیلش گلده. پاورشو کجاش؟ آه این پشت، آه این پشت باید بذارم، چه باحال. پاور رو از محیط کیس جدا کرده که دمای این با دمای کیس یکی نشه. چه فکر خفنی واقعا، چون داغ میکنه دیگه، اصلا بیسوزی همینجوری. خب الان ما مادربورد داریم، رم داریم، سی پیو داریم، گرافیک داریم، SSD داریم. آها یه دونه HDD هم باید به کار ببریم. هیچ کدوم از این HDD ها رو نمیذاره استفاده کنم. این استال کولر سی پیو رو دوباره بذاریم سر جاش. فکر کنم همه چی رو زدم، چون اینجا نوشته missing cables، یعنی فقط کابلاش رو وصل کنیم رفتیم. بزن بریم. این پاور برای برق، برای مادربورد. این از این، این برق برای کارت گرافیک دیگه. چی؟ این برق برای سی پیو، البته اتصال سی پیو به مادربورد. این یکی برق برای خود مادربورد، دو دفعه برق برای مادربورد وصل کردم، اینو خودم هم میدونم. اوکی دیگه فکر کنم همه چی رو زدم، فقط کابلای پشت چیز مونده. این USB، این USB. آها این کابل دیسپلی پورت کارت گرافیک بود، این کابل برق بود، این یه USB دیگه و فکر کنم الان روشن بشه. این کامپلیت کیس، من دقیقا چی رو جا انداختم الان؟ بذار ببینیم پشتش چه خبره. باید فکر کنم در مراش روشن شد پرام. بذار قاب ماباشو بذاریم روش، بعد دیگه بزن بریم. او فن کیس هنوز مونده، خود کیس باید خنک بشه. آها این فن کیسش RGB هم هست. او در پایینش، اوکی اینو باز میکنیم، اینو باز میکنیم و اینو اینستال، بعد اینو میذاریم این پایین. یس این از این، فکر کنم بازم میتونم بذارم. آره سه تا میتونم بذارم، نایس. برای منم نوشه 3 عدد. یه دونه دیگه هم بذاریم، بوم رفتیم. اینم از این، بریم سراغ کیس. یک بغ ساید پنل او یس جون، ببین چی شد. یه دونه برای جلوش که میشه فرانت پنل، این از این، این برای بالاش. پیچاشو میبندیم، فکر کنم هنوز مونده. البته داست فیلتر، فکر کنم این در قاب سقف رو باید باز کنم، یه فیلتر گرد و خاک بذارم روش. آها همینه، یس. آها این برای پشتش با یه پیچ، یه قاب پشتش هم فکر کنم بذاریم دیگه تمومه. او فناش هم وصل نکردم، این فنا هم برق میخواد. تکمیل شد فکر کنم. آره الان اینو ببندم، باید اینجا بهم این کامپلیت کیس، کیس هم هنوز باز، هنوز ناقصه. اوکی امیدوارم اتفاقی نیفته، میخوایم روشنش کنیم، من بیشتر از این بلد نیستم. آماده؟ او مای گاد بیبی چقدر خوشگله، خیلی خوشگل شد. او 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 مانیتورم میتونم بگیرم،
مانیتوری که همین الان دارم یه دونه 27 منحنی، اینجا منحنی نداریم، هنوز فکر کنم تو زمان این بازی منحنی درست نشده بود، ولی چون پایش این شکلیه اینو میذاریم. ایول No operation system found. او ویندوز باید نصب کنم. ویندوز چجوری باید نصب کنم؟ آها USB drive for operation system. ایول اینا رو باید بخریم که بتونیم ویندوز نصب کنیم. آها اینجوریه، این USB ویندوز اینا هاش اومد بالا. ایول حالا میتونم ویندوز نصب کنم. بذار چقدر باحاله. اومگا او اس هاز بین شات داون تو پریونت دمیج تو یور کامپیوتر. یه کاری رو میگه اشتباه انجام دادم توی قطعات. این کامپلیت کیس، امیدوارم یه چیز خیلی تابلوی رو جا انداخته باشم. اینستال کیس، آها یکی اینو بذاریم، هنوزم این کامپلیته. آقا من اصلا یه چیز دیگه ای به ذهنم اومد. آه اینا چی هن؟ فقط این برای خوشگلیه؟ نمیدونم این چیه. اوکی یه دونه از این قابا بذاریم روی سی پی یو ببینیم چجوری کار میکنه. اینو میذاریم روی سی پی یو. اوکی این سفن هم میذاریم بغلش. اوه این یکی لوله کشی میخواد. این فنه که من الان استفاده کردم، این بغل هیچ ارتباطی به سی پی یو نداره. سی پی یو رو من چجوری الان باید خنک کنم؟ آها اینجاست، باید از سی پی یو یه لوله بکشم به اینجا. اینا هاش، امیدوارم یه چیز شلم شوروایی بس کردم، نمیدونم این چیه. امتی لوپ، باید مایه هم توش بریزم. اون اروری که قبلا میداد عوض شد. اینا هاش مایه رو ببین تو اینا چه باحال جاری شد تو اینا. بذار یه بار دیگه کابلا رو بزنم ببینم این روشن میشه، همون ارور رو میده. اینجا بازم نوشته این کامپلیت کیس. او مای گاد چقدر خوشگله، بازم همون ارور رو میده. پاورش رو عوض کردم ببینم مشکل حل میشه یا نه. بازم این کامپلیت کیس که ولمون کام. بذار روش، بذار بازی مو بکنم. اوه من اومدم تو بایوسش. سی پی یو درجه سی پی یو 105. پسر این منفجر میشه الان. یه چیزایی سرچ کرده بودم نوشته بود که دمای سی پی یو خیلی بالاست. اوکی بریم مشکل دما رو حل کنیم ببینم مشکلش کجاست. یک چیزی رو متوجه شدم، اونم اینه که اول یه خمیر سیلیکون میذاریم روی سی پی یو، بعد یه کولینگ مورتانی میذاریم روی این. اوه اینه. اومد بالا. او مای گاد. ادو ریموو پروگرام. یس. ایول ویل ایت ران. این چیه؟ اینا چی ان؟ بذار ببینم دمای سی پی یو چنده. او مای گاد. سی پی یو 56 دماش. یس بالاخره از تم گردنشو خورد کردیم آقا. خیلی خوشحالم تونستم مشکل رو حل کنم. بریم تو ویندوز ببینیم چه خبره. او یس اینجا مشخصاتو می نویسه. همه چیو دارم روش نصب میکنم. اصلا نمیدونم اینا چی هست. اینم از این یه ریستارت بکنیم سیستمو. او مای گاد چه صدای بدی میده. اینو ببین عکسایی که من استفاده میکنم خیلی باحال، خیلی حال کردم. اینو میذاریم خیلی خوشگله. اینای دیگه چیه؟ این یکی ران نرم افزار بنچمارک نشون میده چه اف وی اسی بهم سیستمم یه سیستم بستم گند بهم 36 اف وی اس میده، افتضاحه. به ویلید ران چیه؟ او گیم میتونم بریزم روش. پی سی بیلدینگ سیمولیتور بریزیم یه سیستم توش درست کنیم. بتلفیلد 1. او اینجا میگه که کدوم گیما رو رو سیستم من میاره. لایتینگش، من میتونم نور کل کیسم رو از اینجا تنظیم کنم. میذاریم روی تنفس، بعد برای ما با رنگ بنفش تنفس کنه ببینیم چجوریه. اینا هاش خیلی خوشگل. او بذار قاباش رو ببندم. من دقیقا نتونستم اون پیسی که واقعا خودم دارم بسازم چون خیلی از قطعه رو نداشت و من خیلی نوبم تو این کار. و حتما اگه دوست دارید 10 روز دیگه کیسم میرسه ازش یه ویدیو میخوام بگیرم ببینید، حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک ویدیو یادتون نره. عاشق همتونم، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه گیم باحال دیگه ای دارید که فکر میکنید میتونم بازی کنم و خیلی بهمون حال میده حتما تو کامنت ها برام بنویسید. عاشق همتونم، مراقب خودتون باشید و بابای.